آمار ازدواج و طلاق در ایران دیگر به صورت فصلی قابل مقایسه می شود زیرا عوامل زیادی به خصوص مشکلات اقتصادی این کشور باعث افزایش چشمگیر طلاق و کاهش ازدواج ها در چند سال اخیر شده است بر اساس جدیدترین بررسی های انجام شده آمار ازدواج ها در ایران پایین آمده و طلاق ها همچنان افزایش یافته است گزارش همکارم علی اکبری رو با هم می بینیم ازدواج پیوندی آسمانی است که بر روی زمین بسته می شود سنتی که باعث بقای بشریت شده و بسیار مورد سفارش دین مبین اسلام نیز است اما کشوری مانند ایران که دایی دار اسلام و تشیع بوده در این زمینه هم مانند بسیاری دیگر از زمینه ها موفق عمل نکرده است بر پایه آمار ثبت احوال ایران در تابستان سال 1400 آمار مجموع ازدواج ها 134208 مورد بوده در حالی که در بهار سال 1400 در مجموع 159339 مورد ازدواج به ثبت رسیده است در مجموع 134,208 ازدواج ثبت شده در تابستان سال 1400 در ایران بیشترین ازدواج به ترتیب مربوط به استانهای تهران با 17,464 مورد خراسان رضوی با 12,320 مورد و خوزستان با 8,850 مورد است همچنین کمترین ازدواج ثبت شده در کشور نیز در همین زمان به ترتیب مربوط به استانهای سمنان با 854 مورد ایلام 931 مورد و بوشهر با 1272 مورد ازدواج بوده است بر پایه آمار ثبت احوال ایران همچنین کل طلاق های ثبت شده در تابستان سال 1400 در مجموع 48,325 مورد بوده در حالی که در بهار سال 1400 بر پایه این آمار 42,331 طلاق به ثبت رسیده است از مجموع 48,325 طلاق ثبت شده در تابستان سال 1400 در ایران کمترین طلاق به ترتیب مربوط به استانهای ایلام، با دویست دو مورد کوهکیلویه و بوی رحمت با سی سد و بیست و هشت مورد و خراسان جنوبی با سی سد و چهل و دو مورد است همچنین بر اساس گزارش آمار ثبت احوال این کشور بیشترین طلاق ثبت شده در کشور نیز به ترتیب مربوط به استانهای تهران با 8870 مورد، خراسان رضوی 5312 مورد و اصفهان با 2655 مورد بوده است. به این ترتیب اقدامات البته ناکافی حکومت ایران برای تشویق جوانان به ازدواج نه تنها فایده این نداشته بلکه آمار طلاق نیز رشد کرده است. البته کارشناسان میگویند مسائل دینی، فرهنگی و اقتصادی نقش بسزایی در این تعادل معکوس ایفا کرده است.